سوال شماره 66، اگر 2m به اضافه n مساوی 14 و 2n به اضافه p مساوی 20 و 2p به اضافه m مساوی 11 باشد، آنگاه حاصل m به اضافه n به اضافه p کدام است؟ خب جمع سه تا متغیر رو میخواد. حالا تو ذهنت اینه که خدایا من چه جوری از این سه تا بیام جمع اینا رو به دست بیارم؟ سوال خودت میپرسی آیا باید n رو به دست بیارم، m رو به دست بیارم، بعد p رو هم به دست بیارم، سه تاشو که به دست آوردم با هم جمع کنم؟ نه، اصلا اینطوری نیست. بچه ها این سوال و شبیهش رو من یادم ها تو آزمونه قبلی هم بوده. چجوری باید حل بکنیم؟ اینطوری یادت باشه، نگاه کن، من بذار قلقش هم بهت بگم. اینجا چند تا m داریم؟ دوتا دیگه. بازم m میبینی؟ یکی هم اینجا میشه چی؟ سه تا. اینجا چند تا n داری؟ یکی. بازم n میبینی؟ بله. دوتا هم اینجا میشه سه تا. p چند تا داری کلن؟ یه p. اینجا چند تا؟ دوتا p میشه چی؟ سه تا. همینجا یه جرقه تو ذهنت بزنه. چجوری؟ میگی من همه این سه تا رو، این سه تا، یک دو و سه، همه این سه تا رو با هم میریزم رو هم، همه رو با هم جمع میکنم، چه اتفاقی میفته؟ دو p با p میشه سه p به اضافه m، با یه دونه 2m داریم میشه 3m به اضافه یه دونه هم m اونجا، هم دو تا m داری، دو یه n اینجا، دو تا n اینجا، یه دونه هم n اونجا، میشه چی؟ 3 تا n. جواب آخرم جمع اینا 11 و 20، چون همه رو با هم جمع کردم دیگه، 11 و 20 و 14 باید با هم جمع بشه، میشه برابر با 45. حالا که سمت چپاشون رو با هم جمع کردیم، اونورم عدداش باید با هم جمع بشه دیگه، میشه 45. 3 تا p، 3 تا m، 3 تا n جمع شده 45. یعنی چی؟ یعنی اگه اینو من تقسیم بر 3 بکنم، اینورم تقسیم بر 3 بکنم، چه اتفاقی میفته؟ 3 های اینا میره، میشه چی؟ میشه p به اضافه m به اضافه n مساوی 45 تقسیم بر 3 برابر با 15. یعنی گزینه شماره 2 به همین راحتی.